سلام به شما بهترین ها. جان بونز جونز، الکس پریرای دست سنگی. قبل از شروع این ویدیو جذاب لایک و سابسکرایب کنید. Let's go! ایده این مبارزه از کجا شروع شد؟ الکس پریرا با شروع رویایی در UFC و پیشرفت سریع و از پیش رو برداشتن قهرمانان UFC و تجربه قهرمانی در دو دستی وزنی و شکست مبارزانی که در مقابل گلاور تکسیرا مربی و دوست صمیمی الکس به پیروزی رسیده بودند. یه جورای انگار الکس برای انتقام آمده بود. از جمله این مبارزین یری پراسکا جماهیل که با ناک اوت کردن این دو الکس انتقام مربی خودش رو از این دو مبارز به خوبی گرفت. و حالا با توجه به پتانسیل بدن الکس و اینکه جان جونز هم جز کسانیه که گلاور تکسیرا رو شکست داده و همکنون هم اونا هر دو قهرمانن و اینه که نگاه همه رو به سمت این دو مبارز کشونده که البته این دو در دستی وزنی میان وزن و نیمه سنگین وزن هم سابقه قهرمانی دارن، اما جونز تفاوت زیادی با مبارزین و حریفای سابق الکس داره. جونز به زعم خیلی ها بزرگترین و کاملترین مبارز تاریخه. حالا با توجه به این مسائل شما شانس بیشتری برای کدام مبارز در نظر میگیرین؟ البته در این شکی نیست که الکس با قدرت ناکوتی بالا و قدرت مشت فوق‌العاده میتونه شانس اینو داشته باشه که حتی از صد جونز بزرگ هم عبور کنه. اما با توجه به سبک و استایل جونز، رسیدن مشت الکس به فک جونز هم کار ساده‌ای به نظر نمیرسه. این هم درسته که الکس از بهترین مبارزان ایستادی دنیاست، اما قطعاً تفاوتایی در ایستاد مبارزه کردن در استایل کیک بوکس و MMA وجود داره که جونز در فینت ها و فریب حریفان در مبارزه سرپا تبحر بالایی داره، ولی با توجه به قدرت تکدان جونز و جوجیتسوی کشنده اون به نظر نمیاد که اون فرصت زیادی در مبارزه ایستاده به پریرا بده. و اینکه آیا پریرا میتونه از جوجیتسوی جونز جون سالم به در ببره یا نه. و حالا جدا از سابقه الکس در کیک بوکس، این دو در تجربه فایت MMA هم تفاوت‌های زیادی دارن که الکس در کل 12 مبارزه MMA انجام داده که 8 فینیش داشته، در صورتی که جونز 28 مبارزه با 17 فینیش داشته که 7 پیروزی با فنون تسلیمی جوجیتسو و 10 پیروزی با فنون دست و پا داشته. چیز عجیب درباره الکس اینه که همه فکر میکردن که پرقدرت ترین ضربی دست رو انگانو قهرمان اسبق سنگین وزن UFC داره، در صورتی که در آزمایش مشابهی که الکس پریرا و انگانو انجام دادن قدرت مشت پریرا بسیار بیشتر از انگانو بود. بعد از اینکه لایک و سابسکرایب میکنید حتما نظرتون رو کامنت کنید که احتمال پیروزی کدام یک بیشتره. متشکر از نگاه شما بهترین ها.